بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحاب طاهرین. معسلان گرامی، امیدوار هستم که ایامت رو به خوش را سپری کرده باشین و از کتند حوادث در امان الله متعال جل جلاله بوده باشین. هرچند قبلا محتویات درسی من شما در جلسه هشتم به پایان رسیده بود، ولی بنابر تأخیر درخواست مقرر و اکید اداره پوانزه، من این ویدیو درسی را برای شما ثبت کردم و شما میتونید از این ویدیو برای معلومات آفاقیتان استفاده بکنید. یعنی اجبار در زمینه وجود ندارد، برای شما یک بحث اختیاری میباشد. خب، در این جلسه درسی من شما با هم بحث اعلانات تجارتی، قواعد آن از منظر قانون رسانه‌های همگانی و حق دسترسی رسانه‌ها و محاکم را من شما با هم مورد بازنگری قرار می‌دهیم. می‌خواهم مقدمات کلی را مسئولان گرامی در مورد اعلانات تجارتی داشته باشیم. اعلانات تجارتی را گفته می‌تانیم که از جمله موضوعات بسیار مهم و اساسی است که در نیمه اول قرن 19 میلادی مطرح گردیده است در کشورهای غربی. هنگامی که در سال 1482 میلادی در فرانسه برای نخستین بار اعلانات چاپی نصب و انتشار گردید، اینجا بود که بحث اعلانات تجارتی به صورت محتوایی و اساسی آن مطرح گردید. بعد از اینکه قدرت کلیسا در اروپا پایان یافت و بعد از انحصار پایان قدرت انحصاری دولت‌های استبدادی در اروپا و در سال 1772 میلادی با موجب فرمان سلطنتی در بریتانیا، بحث چاپ اعلانات تجارتی و نصب آنها و کار روی آنها به عنوان یک شغل تجارتی پذیرفته شد و درج قوانین گردید. یعنی نخستین آژانس تبلیغاتی یا نهاد تبلیغاتی که امور اعلانات تجارتی را برا می انداخت اداره می کرد، نهاد به نام تیوپراس ریندو که مؤسس آن یک روزنامه‌نگار فرانسوی بود به نام گازان، در سال 1621 میلادی آن را به نشر سپارد. بدین جهت است که اعلانات تجارتی در جهات رونق بیشتر و بیشتر را پیدا می کند، خصوصا بعد در اوایل قرن 20 میلادی. با پایان جنگ اول جهانی، بعد از اینکه دیگر هر رونق تجارتی جهان بار دیگر آغاز کردید، اعلانات تجارتی از جمله گسترده‌ترین فعالیت‌های تجارتی در جهان محسوب می‌گردید. با توسعه این بحث، اینجا بود که با پایان جنگ دوم جهانی و رونق اقتصادی مجدد جهان، رونق اقتصادی مجدد در جهان باعث می‌گردد که اعلانات تجارتی رسمیت و جهت قانونی را برای خود کسب نماید، رسمیت و جهت قانونی را برای خود کسب نماید و مورد حمایت نهادهای سکتوری قرار بگیرد. در افغانستان هم بعد از یک سلسله تحولات گسترده‌ای که مطرح می شود، خصوصا تحولاتی که در بنام دوره نوین یا افغانستان معاصر یاد می شود، اعلانات تجارتی رونق گسترده‌تری را برای خود کسب می کند و بر اساس آمارهای صورت گرفته حتی در سال بالاتر از 20 میلیون دلار آمریکایی هر نهاد و آژانس تبلیغاتی میتواند که عواید را در این راستا داشته باشد. بنابراین اینجاست که نه تنها رسانه‌های خصوصی بلکه رسانه‌های دولتی در این راستا گام‌های اساسی را برداشتند و به این جهت است که در قانون رسانه‌های همگانی در ماده 52 قانون رسانه‌های همگانی دولت افغانستان وزارت اطلاعات فرهنگ باید در مورد نظارت جدی و جدی را داشته باشد و بحث اعلانات تجارتی نه تنها در اسناد داخلی بلکه در فقره دوم ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی نیز مطرح شده است که در آن بیان می‌کند هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه‌شفاهی باشد، خواه کتبی باشد و یا چاپ باشد، نوشته باشد. پس کلمه‌ای که در اینجا از هر قبیل و یا هر وسیله دیگر استفاده شده، ما می‌تونیم مثلا از منظر حقوق تعبیر اعلانات تجارتی را داشته باشیم.
خب معاصران گرامی، وقت من و شما دیدگاه اسناد بین‌المللی را در زمینه فهمیدیم. حالا باید من و شما تعریف اعلانات تجارتی را بدانیم که اعلانات تجارتی چه تعریفی برای آن صورت گرفته. هرچند برای اعلانات تجارتی تعریف‌های گوناگون و متفاوت صورت گرفته، از قوانین بین‌المللی تا قوانین سایر کشورها و قانون رسانه‌های همگانی افغانستان. من هر یک از تعریف‌ها را برای شما ارائه می‌کنم، تمام واجزیات و نواقص آن. قانون نشرات تلویزیونی کشور ناروی اعلانات تجارتی را بیان می‌کند که هر نوع ترویج محصول یا خدمات یا افکار در قبال دریافت پول یا هر عوض دیگر، کلمه اعلانات شامل فعالیت‌هایی که سازمان برای پخش و ترویج آن گام برمی‌دارد و بر آن در مقابل و در عوض آن پول نمی‌تواند که حاصل کند. تعریفی که وابسته به قانون نشرات نارمی است یک تعریف مطلق و عام است و هیچ قید بندی در آن وجود ندارد. و مزیت این تعریف در این است، مثلاً گرامی، که به هر صورت اساسی جلو هر نوع دستبرد حکومت را گرفته است. کمیسیون مستقل تلویزیون انگلستان در قواعدی که دارا می باشد اعلانات تجارتی را تعریف می کند که عبارت از هر نوع اظهاررسانی در خلال یک برنامه یا بین دو یا چند برنامه در مقابل دریافت پول یا به صورت رایگان می باشد. بنابراین گفته می کنیم ماده 8 از قانون مدل رادیو تلویزیون عمومی سازمان یونسکو، سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد از سال 1999 اعلانات تجارتی را تعریف می کند که هر نوع اعلامیه و منظور ارتقای میزان فروش، خرید، اجاره یک محصول یا خدمات یا یک هدف یا به هر تأثیر دیگری که ایجاد شده باشد منجاست که در مقابل دریافت خواستم مبلغ مشابه باشد اعلانات تجارتی می شود تعریف کردند. بند 20 ماده 3 قانون رسانه‌های همگانی افغانستان اعلانات تجارتی را طور ذیل تعریف می کند. عرصه نوع خدمات سمعی و بصری برای اشخاص حقیقی و حکمی در رسانه‌های برقی و چاپی در بدل پول یا عقد یا خدمات متقابل انجام می شود. قانون اطلاعات قانون رسانه‌های همگانی افغانستان اعلانات تجارتی را هم به دیداری مطرح کردم، شنیداری، یعنی تنها به رسانه‌های دیداری یا تصویری مطرح نکردم. هم می‌تواند اشخاص حقیقی این اعلانات را به نشر برساند و هم اشخاص حکمی می‌تواند آن را به نشر برساند. ولی بحث اینجا این است محصلان گرامی که در مقابل دریافت پول و یا هم و در مقابل عقد این خدمت و یا به صورت رایگان می شود که مطرح کرده. بنان قانون رسانه‌های همگانی افغانستان به نحو به صورت اساسی اعلانات تجارتی را وسیع تعریف کرده، برای کلیه افراد حقوقی تعریف کرده است. یکی و دوم به نحو از آنها قیود را هم تعریف کرده برای آنکه این مقابل ذهنیت آمده نباشد، خلاف اخلاق و آداب نباشد و خلاف موازین امنیت ملی در افغانستان نبوده باشد. که ما یک بحث را در این راستا انشاءالله در اخیر اعلانات تجارتی خواهیم داشت درباره نوعیت اعلانات سپرده شده. بحث دیگر مثلان گرامی، وقت من شما تعریف اعلانات تجارتی را فهمیدیم و دانستیم، حالا میم و قواعد قابلیت حاکم بر اعلانات تجارتی، یعنی شرایط و قواعدی که بر اعلانات تجارتی حاکم است و رسانه های همگانی ملزم مکلف است آن را باید در وقت اعلانات جدی رعایت نماید. اول قابل تفکیک بودن می باشد، یعنی اعلانات تجارتی باید از سایر برنامه ها و مطالب رسانه قابل تفکیک باشد. ماده 22 قانون رسانه های همگانی کشور لیتوانیا بیان می کند که اعلانات باید با آسانی قابل شناخت باشد و از سایر برنامه ها باید جدا باشد. فقره 9 ماده 8 قانون رادیو تلویزیون انگلستان بیان می کند
تبلیغات تجارتی باید قابل تشخیص و مشخص از سایر موارد باشد. دوم، اصل بی‌طرفی می باشد. یعنی از جمله اصول خبرنگاری که در رسانه ها مطرح می شود، هم دیداری و شنیداری باید رعایت اصل بی‌طرفی می باشد و این اصل بی‌طرفی باید به صورت لازم و ضروری رعایت کرده در کلیه موارد باید بوده باشد، نه تنها در بحث تحت عنوان نشرات بلکه در اعلانات هم که صورت می‌گیرد با رعایت بی‌طرفی بوده باشد. ماده 8 قانون رادیو تلویزیون انگلستان بیان می‌کند افراد که به صورت منظم و مرتب گوینده خبرها یا مجری برنامه‌ها می‌باشد در رسانه‌های دیداری و شنیداری باید در تبلیغات کار نکنند و در تبلیغات شرکت نداشته باشند. و همچنان گفته می‌دانیم که سوم، قاعده سوم این است که صادق و واقعی بودن اعلانات تجاری، یعنی این اعلانات نباید گمراه کننده و فریب دهنده بوده باشند و منافی مستهلکین را نباید به مخاطره بیاندازند بلکه با محتوای واقعی و حقیقی نشر شود. قانون رسانه‌های همگانی افغانستان بیان می‌کند که اعلانات باید واقعی و صادق و نباید گمراه کننده باشند و منافی مصرف کنندگان را به صورت جدی رعایت و نباید آن را به مخاطره بیاندازند. ماده 121 قانون مصرف کنندگان در فرانسه در بیان می کند که هر نوع اعلانات تجارتی گمراه کننده و نادرست هر گونه نشر و پخش کردن با محتویات که نادرست بوده باشد، طوری که طبیعت، نحوه موجودیت، ترتیبات، صفات ذاتی، مالکیت، قیمت و شرایط آن را به صورت دروغ جلوه دهد، اینجاست که مسئلان گرامی بحث تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد آن رسانه و نهاد وارد کننده ایران. بنابراین تعبیرها و تفسیرهای متعدد و متفاوتی که اینجا صورت می گیرد و صورت کلی و اساسی باید اعلانات که پخش نشر می گردد باید حاوی مواد حقیقی و درست باشد. چهارم، از لحاظ زمانی است. یعنی رسانه ها باید و فیصدی مشخص شده اعلانات تجارتی را مراعات نماید، یعنی صرف وسیله برای پخش اعلانات تجارتی مقدر نگردد، باید کلیت موارد و برنامه ها را به صورت جدی داشته باشد. به قرن 5 ماده 22 قانون رسانه های همگانی لیتوانیا اعلانات تجارتی را بیان می کند که در یک روز 15% باید بیشتر از نشرات خود نداشته باشد. باید هر ساعت بیش از 10 دقیقه بیشتر نباشد که قانون اعلانات پاکستان بیان میکند. بنابراین در قانون برنامه ها و اعلانات پاکستان نشر اعلانات به شکل زیرنویس و نوشته های متحرک نباید در 1/6 حصه صفحه از نشرات تلویزیون اثرگذار بوده باشد. یعنی یک بحث بسیار جدی است. بحث قاعده 5 سلامت عام است. یعنی باید اعلانات تجارتی که مشمول آزادی بیان باشد و از مزایای آن که مستفید می شود مطابق ماده 19 میثاق حقوق بین المللی مدنی سیاسی حاوی اهداف مشروع و محتویات مشروع بوده باشد. یعنی از این ناحیه به سلامت عامه و یا به عبارت ساده تر از صحت عامه نباید صدمه نباشد. مثلا ادویه‌های مخدر، ادویه‌های روانگردان و یا ادویه اعتیادآور یا خواب‌آور یا تقویت کننده های بسیار قوی نباید استفاده صورت بگیرد که این کار عملا به صورت جدی صورت میگیرد. فقر 20 و 21 قانون رسانه‌های همگانی انگلستان بیان می‌کند که تبلیغات مواد دارویی و درمان طبی طبق نسخه طبیب قابل تحیه هستند و مجاز خواهد بود، در غیر آن مجاز نیست. با تبلیغات سایر مواد دارویی و درمان طبی باید صادق، راست و مبتنی بر شروط مندرج طبی نشر گردد. ماده 551 قانون صحت عامه فرانسه هر نوع پخش و نشر اطلاعات و اعلانات درباره ادویه و تولیدات درمانی ادویه را صرف تجویز آنها را با اجازه طبیب می‌دهد و غیر از آن ممنوع می‌شمارد. بنابراین هر نوع پخش و نشر مشروبات الکلی و یا داروهای روانگردان
و یا مخدرن به صورت جدی منع است. مطابق ماده 3 قانون اساسی و ماده 45 قانون رسانه های همگانی در افغانستان، هر نوع پخش و نشر مشروبات در خانه دخانیات و یا داروهای تقویتی و روانگردان به صورت جدی و اساسی منع است و افرادی که این کار را میکنند باید بر نهادهای عدلی و قضایی به صورت جدی معرفی گردند. بحث دیگر امنیت عامه باشد. فقره 3 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی محدودیت را که برای اعلانات تجارتی تعریف کرده است، محدودیت امنیت عامه است. یعنی نباید رسانه ها کار را انجام بدهند که بر روی کردن و یا بر اعلانات آن ترس بسیار جدی ایجاد کنند و امنیت عامه را به مخاطره بیاندازند. مثلا شما مسئولان گرامی در رسانه های افغانستان شاهد هستید که اعلانات مختلف پخش و نشر می شود. نحو جنگ روانی است که پخش و نشر می شود، از جانب سفارتخانه های اعلانات تهیه می شود و در رسانه ها در مقابل پول بسیار تصاف نشر می شود. شاید شما گاهی در رسانه ها دیده باشید که درباره مخالفین مسلح دولت یا سایر گروه ها اعلانات منتفی و زشت را پخش و نشر می کنند. این به معنای جنگ روانی است و سبب تداوم جنگ می گردد و سبب تداوم جنگ و درگیری می شود و سبب تفرق و نفاق بیشتر در جامعه می شود و از طرف دیگر حتی حکومت و دولت افغانستان از محتویات این اعلانات آگاهی ندارد و خبر ندارد و این سبب می شود که به صورت جدی و اساسی اینجا که جنگ گسترده روانی آغاز شود و منجر به درگیری های نظامی شدید می شود و یا اعلانات را که رسانه ها با استفاده از تصاویر و نوار های مستهجن و خلاف شریعت اسلامی انجام می دهند. این هم به نحو جنگ روانی است و آبریختن در آسیا به دشمن است. آبریختن در آسیا به دشمن است و مسبب درگیری های بسیار شدید و گسترده خواهد کردید. بنابراین حکومت باید در این راستا نظارت خیلی شدید و جدی را داشته باشند و هر اعلان تجارتی که مسبب تهدید برای امنیت آمد و بقای عامه دولت و مردم میگردد و نظام میگردد علی آن باید تدابیر جدی و اساسی را داشته باشند. بحث دیگر اخلاق آن است که یعنی محتویات اعلانات باید مشروع بوده باشد و از تصاویر مستهجن و نوارهای مستهجن باید جلوگیری شود. بحث 8 رقابت است. اعلانات تجارتی باید دارای محتوایی باشد که متضمن اصل رقابت سالم بوده باشد. یعنی باید اعلانات تجارتی حاوی محتویات باشد که بحث ها را به صورت سالم بیان بکند. بعد این جهت است که مسئولان گرامی اعلانات تجارتی به دو دسته تقسیم می شود. اعلانات تجارتی مقایسوی و اعلانات تجارتی غیر مقایسوی. اعلانات تجارتی غیر مقایسوی در واقع ماهیت و محتوای یک خدمت یا یک کالا را بدون اینکه مقایسه با طرف مقابل باشد بیان می کند. اما اعلانات تجارتی مقایسوی اعلاناتی است که محتویات یک کالا و یا یک خدمت و محتویات رقیب همزمان بیان می شود و صورت سالم بیان می شود. بنابراین اعلانات مقایسوی مثبت در نفس خودش و اعلانات مقایسوی در نفس خودش به 3 کتگوری تقسیم می شود. اعلانات مقایسوی مثبت، منفی و مختلط. اعلانات مقایسوی مثبت اعلاناتی است. اعلانات مقایسوی مثبت مسئولان گرامی اعلاناتی است که به صورت اساسی عبارت از اعلانات است که یک شخص محتویات یک خدمت و یک کالا را با محتویات کالا و خدمت پیر مقابل و طرف مقابل خود به صورت اساسی و با توأم با رقابت سالم آن را بیان می کند و هر دو را بیان می کند برای مصرف کنندگان و کسانی که از این مصرف مستفید می شوند. دوم اعلانات مقایسوی منفی است که در آن هدف اعلان کننده بیان ویژگی ها و
ویژگی های کالا و محتویات خودش است و مردود دانستن محتویات طرف مقابل است و طرف مقابل را تخریب میکند. سوم، اعلانات مقایسوی مختلط است. اعلانات مقایسوی مختلط اعلانات است که در آن همزمان مقایسه مثبت منفی صورت میگیرد. همزمان مقایسه مثبت و منفی و صورت واحد در اعلان واحد صورت میگیرد. بحث قواعد اعلانات، قواعد حاکم بر اعلانات تجارتی، اعلانات مقایسوی به صورت اساسی بیان می شود که با هم اون مورد را بیان می کنیم که خب اعلاناتی که از تابع کدام قواعد باید بوده باشد. اعلانات مقایسوی باید تابع کدام قواعد اساسی باشد. بنابراین هم گفته می تانیم که در اعلانات مقایسوی مختلط باید موضوع به صورت اساسی هم نواقص و هم مزیت ها در چارچوب رقابت سالم برای ارائه کنندگان باید تعریف گردد و بیان شود.